افسانه بایگان ستاره دهه 60 سینمای ایران در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی بدون حجاب اجباری حضور پیدا کرد تا همکارانش رو در مبارزه با حکومت تنها نذاره. انتشار این تصاویر حالا موج تازه دهنکجی به حکومت و نافرمانی مدنی هنرمندان رو در کشور وارد ابعاد تازه‌ای کرد. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حواشی انتشار عکس‌های جنجالی افسانه بایگان بدون حجاب در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی که منتشر شده می‌پردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. روزی نیست که یکی از زنان فیلمساز یا بازیگران زن سینما و تئاتر ایران مقابل دوربین نشینه و حجاب از سر بر نداره. ویدیوها و عکس‌های بدون حجاب بازیگران دست به دست به اشتراک گذاشته میشه و تصاویر اونها که مشهورترن بحث برانگیزتر میشه. حجاب اجباری اگه برای زنان و دختران ایرانی نماد پایمال شدن حق انتخاب و فشارهای حکومتیه، برای هنرپیشه‌های زن سمبل ریا و ظلم مضاعف در حوزه حرفه اونهاست. سیر گسترده نافرمانی مدنی با شجاعت زنان بعد از خیزش سراسری در کشور همچنان ادامه داره و خشمی که حکومت توان مقابله با اون رو دیگه نداره و حالا با تهدیدهای گوناگون هم نتونسته این موج عظیم خیزش انقلابی و البته بحث داغ این روزها حجاب اختیاری رو کنترل کنه. بعد از انتشار تصاویر منتشر شده در مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد، از کتایون ریاهی و فاطمه معتمدآریا و چند بازیگر دیگه بدون حجاب اجباری در فضای مجازی، حمایت گسترده‌ای از طرف مردم برای این بازیگران نترس و پیشگام مبارزه با حکومت به راه افتاد و بعد از اون بود که پانتا بهرام هم به این موج پیوست و در اکران مردمی آخرین قسمت سریال پوست شیر بدون حجاب ظاهر شد که البته حواشی گسترده‌ای هم در اون محله برگزاری به راه افتاد. پانتا بهرام بازیگر سینما در اکران مردمی آخرین قسمت سریال پوست شیر حاضر شد. این در حالیه که 3 روز پیش وزیر ارشاد به طور ضمنی تهدید کرده بود هنرمندانی که همچنان بر مواضع خودشون هستن ممنوع کار میشن. این اقدام کشف حجاب و حضور در ملأ عام بدون توجه به تهدیدهای حکومتی بسیاری از توجه‌ها را به خودش جلب کرد. در این بین یکی دیگه از خبرسازترین اقدامات از این دست انتشار تصویر بدون حجاب مژگان اینانلو بود. مستندساز و عکاسی که سابقه یه همکاری با چهره‌های نزدیک به حکومت رو در کارنامه خودش داشت، در فیلم چه با ابراهیم حاتمی کیا همکاری کرده بود و مستندی درباره فائزه هاشمی ساخته بود. از این رو انتشار تصویر بدون حجاب اون هم بازتاب گسترده پیدا کرد. این واکنش ها اون رو بر اون داشت که پیامی اینستاگرامی هم بنویسه. او بعد از انتشار این تصاویر و بازخوردهای گسترده نسبت به اون ویدیویی منتشر کرد و نوشت: من می ترسم که آخرین قطره از شرافت و وجدان و انسانیتی که در وجودم هست با سکوت از بین بره. تو نمی ترسی؟ حالا اما افسانه بایگان هم که سوار بر همین موج دهنکجی به آخوندها و نظام چند وقتی بود در حمایت از خیزش سراسری بدون حجاب عکس و فیلم منتشر می کرد، این بار در ملأ عام و بدون حجاب اجباری در مراسم گرامی داشت و بزرگداشت آتیلا پسیانی حضور پیدا کرد که البته انتشار این تصاویر جنجال تازه‌ای به پا کرده. این بازیگر سرشناس 61 ساله در این مدت چندین باری تصویری از خودش بدون حجاب اجباری به اشتراک گذاشته بود و حالا یک شنبه در مراسم تقدیر و نکوداشت آتیلا پسیانی بدون حجاب و با ظاهری متفاوت حاضر شد. در این مراسم همچنین تغییر چهره آتیلا پسیانی بسیار مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از احتمال بیماری این کارگردان و بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران خبر دادن. عموی پدرش فضل الله بایگان از پیشگامان تئاتر و پدر پدر بزرگش میرزا جواد معتمدالممالک نماینده اولین دوره مجلس ملی بود.
پدر بزرگ مادری افسانه بایگان مستشار دیوان عالی کشور بود و جد اعلای مادرش میرزا محمد رضا مؤتمن السلطنه در دوره قاجار حاکم خراسان و نایب تولیه آستان قدس رضوی بوده. خانم بازیگر گفته پدرم اسم افسانه رو انتخاب کرد ولی مادرم مخالف بود و میگفت ممکنه مانند یه قصه زندگیش پرماجرا بشه، ولی پدرم گفته بود که اگه این گونه هم بشه چه اشکالی داره. زمانی که 15 ساله بود در سال 1356 به تشویق مادرش در مسابقه دختر شایسته ایران شرکت میکنه و نفر دوم میشه. در اون سال جلوه پالیزبان فینالیست کرمانشاهی دختر شایسته ایران میشه. افسانه بایگان قبل از انقلاب مقام دوم دختر شایسته ایران دست یافته بود و در دهه 60 به عنوان سوپر استار سینمای ایران هنرنمایی میکرد. اما در ماهای اخیر با وجود فشارها، احضارها و همچنین بازداشت‌ها از سوی مراجع امنیتی، بازیگران و هنرمندان زن زیادی در ایران با نشون دادن عملی اعتراضی نسبت به حجاب بدون برسر داشتن روسری و یا شال در اماکن عمومی ظاهر شدند. اگرچه تأثیر سنگین ناشی از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد و به حرکت در اومدن جنبش زن زندگی آزادی موتور محرکه بسیار قوی برای آغاز برداشتن حجاب اجباری از سوی زنان سرشناس سینما و تئاتر و مردم در بیش از چند ماهه گذشته بوده، اما به گفته بازیگران متعددی میل به برداشتن حجاب اجباری در بین بازیگران زن همیشه وجود داشته. از وقتی که فعالیت در فضای مجازی بیشتر شد، این اجباری بودن حجاب اونها و اینکه بسیاری از هنرمندان زن اعتقادی به اون ندارند بیشتر مشهود شده بود. در واقع بازیگران و دست‌اندرکاران سینما و تئاتر اعتراض مردم رو دیدند و از مردم تأثیر گرفتند. اونها دیگه نمیخوان پوششی که به اون اعتقاد ندارند رو بتن کنند و وقتی مبارزه مردم رو دیدند تصمیم گرفتند ترس خودشون رو کنار بذارند و حجابشون رو بردارند. این اقدام بازیگران و فیلمسازان از اون جهت مهم و امیدوار کننده است که این قشر توان تأثیرگذاری زیادی در جامعه دارند و با این کار خودشون میتونن به مردم امید بدن و اونها رو به صداقت و راستگویی تشویق کنن، چون نشون میدن که دیگه نمیخوان کاری که به اون اعتقاد ندارن رو انجام بدن. این اتفاق رخشان بنی اعتماد کارگردان برجسته و پر افتخار سینمای ایران رو هم بر اون داشت که ویدیویی از خودش بدون حجاب اجباری منتشر کنه. او در پیامی که بعد از کشته شدن کیان پیرفلک منتشر شد گفت که خشونت حاکمیت مرزی نداره. اون گفته در سرتاسر این سرزمین خون جوانان و کودکان مثل گنجشکان پرپر شده همه جا ریخته و خطاب به حاکمان اضافه کرد و گفته امیدوارم اگر خون این همه جوان در طول همه این سالها شما رو به خود نیاورده، مرگ کیان 9 ساله معصوم تا ابد خواب را از چشمتان بگیرد. پیامی که یکی از چهره‌های بین‌المللی سینمای ایران، کارگردان فیلم‌های روسری آبی، زیر پوست شهر و نرگس منتشر کرد، چنان تأثیرگذار بود که بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی بارها به اشتراک گذاشته شد. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر می‌خواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.